سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده طی بیانیه‌ای حکومت امارات را به خرد دعوت کرد در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیوینز رسیده آمده طبق گزارش رسیده حکومت امارات و برخی دیگر از حکومت های عربی و غیر عربی در چند سال اخیر با سرعتی بیشتر از رعایت مسائل حقوق بشری فاصله گرفتند که عاقبت بدی را برای حکام این کشورها در پی داشته است این بیانیه میافزاید طی چند روز گذشته حاکمان امارات یک فعال حقوق بشری به نام احمد منصور را به جرم فعالیت‌های سیاسی به ده سال زندان محکوم کردند که چنین اتهامی با هیچ یک از مبانی دموکراسی و قوانین حقوق بشری سازگار نیست و نقض ارزش های انسانی به شمار می رابد. سازمان جهانی نفع خشونت افزود تحقیقات ما همچنین نشان می دهد که دخالت ها و نقض همه جانبه حقوق بشر توسط حکام اماراتی در کشور یمن نشان دهنده اهداف غیر انسانی این کشور در یمن است. مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود آورده این سازمان امارات را به دید یک کشور طلایهدار در جهان عرب و کشورهای اسلامی مینگرد و لذا حاکمان این کشور باید در سیاستهای خود تجدید نظر کنند و با بازگشت به تفکر و خردورزی از رفتارهایی که این کشور را در سطح بین المللی و یا داخلی دچار مشکل می کند دوری کنند.